بند سلما دورنمای افغانستان آباد. قرار است نریندرا مودی نخست وزیر هند هفته آینده به هرات بیاید و بزرگترین پروژه توسعه هند را در افغانستان افتتاح کند. اهمیت پروژه های بنیادی هند در افغانستان چیست و آیا باعث رقابت های منفی با پاکستان نخواهد شد؟ در برنامه امروزی به ریشه‌یابی این موارد می‌پردازیم. سلام، من سید یارمل هاشمی هستم. مهمانانم در این بحث آقای غلام فاروق مجرو عضو مجلس نمایندگان و آقای دکتر سید علی اقبال استاد پانتون با ما هستند. خیلی خوش آمدید مهمان عزیز. آقای مجرو، اهمیت بند سلما رو می‌خوایم از زبان شما بشنویم. به نام خداوند بزرگ و بعد سلام خدمت شما و همچنان مهمان گرامی شما بینندگان عزیز، ابتدا خدا را سپاس میگیم که بعد از 4 دهه انتظار و پایان رسید و یک از پروژه های کلان زیربنایی افغانستان در ولایت هرات و بربرداری تا چند روز آینده خواهد رسید. من ابتدا میخوام از تمام کسانی که در این راستا زحمت کشیدن، تلاش کردن تشکر بکنم. از رئیس جمهور فقید پیشین شهید سردار محمد داود خان که بنیانگذار خیلی از پروژه های زیربنایی در افغانستان بود، تا کسانی که این کار به پای اکمال رساندند و همچنان از کشور دوست هندوستان که در این راستا همکاری کرد و تمویل کرد پروژه امکانات پروژه بند سلمای هرات. از لحاظ زیربنایی خودش میرسانه که افتتاح چنین برنامه ها و چنین پروژه ها افغانستان به سمت خودکفایی سوق میده، افغانستان به سمت ثبات سوق میده. بدبختی ها و مشکلاتی که ما داریم در کنار سایر عوامل، مهمترین عوامل بدبختی های افغانستان فقر و بیچارگی مردم افغانستان است، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان هست. اهمیت این پروژه از لحاظ سیاسی که خیلی از کسا بی باور نداشتند که پروژه به پای اکمال میرسه و رسید، از لحاظ اقتصادی یک پروژه کاملا اقتصادی هست و میتونه که برای خیلی از مردم شریف هرات فرصت های شغلی را ایجاد بکنه، میتونه برای اقتصاد هرات بسیار ضمن دیگر برق تولید میکنه، ادلاد اقتصادی بسیار اهمیت خاص داره. تشکر. و میتونه که لاقل یک ده کسایی که از فقر، از جنگ، از بدبختی، از فقر و بدبختی رو به جنگ آوردن، اونا رو از جنگ باز بداره، به خاطر از اینکه وقتی یک لقمانان به خانهش پیدا شوه، او نیازی نیست که برای مزدوری بیگانه ها رو بکنه و برای تخریب کشور خود او حرکت بکنه و کمر ببنده. سپاس. بنان اهمیت بسیار فراوان داره برای مردم هرات و خصوص و در به عموم برای همه مردم افغانستان که ما افتتاح بند برای تمام مردم شریف افغانستان تبریک عرض میکنم. تشکر. آقای اقبال، نقش ایجاد همچون زیربناها را در تحکیم روابط دو جانب چقدر ارزنده میدانید؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما بینندگان محترم، مهمان برنامه. روابط افغانستان و هند از دیرباز یک روابط حسنه و خوبی بوده. در 10 سال و 15 سال گذشته هم کشور هند به عنوان یک حامی خوب دولت و حکومت افغانستان در ایجاد زیرساخت‌ها و زیرساخت‌های زیربنایی در کشور و همچنین در بخش‌های فرهنگی فعالیت‌های خوبی را داشته و یکی از کارهای اساسی که در این قسمت به عهده مستقیماً به عهده کشور هند بوده، فعالسازی و راه اندازی بند سلما بوده که به هر حال این پروژه یک پروژه مشترک بین افغانستان و هند خواهد بود و در تحکیم روابط بین دو کشور مسلماً مفید خواهد واقع خواهد شد. از طرفی هم هند کشوری هست که زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی خوبی را داره، از لحاظ دسترسی به تکنولوژی‌های جدید تجربیات خوبی را داره و از طرفی فرصت همکاری‌های خوب دو کشور باعث میشه که افغانستان بتونه با استفاده از تجربیات و همچنین امکاناتی که هند در اختیار داره بتونه زیرساخت‌های اقتصادی خود را به سرعت رشد بده و زیربناهایی که لازم هست در افغانستان ساخته شده با استفاده از همکاری های بین هند و افغانستان شکل بگیره.
تشکر. آقای مجرو، چی فکر میکنین که وقتی بند سلمو ساخته میشه بدون شک که اساسیت پاکستان هم با خود داره، از دید شما ایجاد بند سلمو و اساسیت پاکستان باعث از این نخواهد شد که زیربناهای ما تخریب شوند یا اصلا کارشان پیش نره؟ شک نیست که پاکستان هیچ گاه علاقمند به این نبوده که یک برنامه مفید و زیربنایی در افغانستان به منصه اجرا گذاشته شود. اما تدابیر سنجیده شده است هم در زمان مرحوم سردار محمد داود خان و بعدا در زمان حکومت آقای کرزی قسمی بوده که جلو تمام تهدیدات تخریب کارانه گرفته شده. یعنی در منطقه که بند سلمو هست به هیچ وجه غیر از مسئولین امنیتی بند و مسئولین خدماتی و کارکنانی که در اینجا کار میکردن هیچ کس دیگه حق رفت آمد در اونجا نداشت و مردم ولایت هرات به خصوص مردم ولسوالی چشت هم به خاطر خودشان، به خاطر وطنشان، به خاطر شهرشان، به خاطر آبادی و برگیری از این پروژه با تمام توانی که داشتن در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ایستادن. شما فکر نمی‌کنین که خود کردن. وجود بند سلمو خطر متوجهش است؟ من عرض کردم که اگر قرار بودی که این بند تهدید شدی و تخریب شدی، تا 14 سال گذشته نمی‌گذاشتن که این بند به بهره برداری سپرده شود و این کار به انجام برسه. اما همکاری مردم و تدابیر اتخاذ شده از جانب حکومت افغانستان سبب شد که جلوگیری بشه تمام اعمال تخریب کارانه. و حالا هم من شخصا یک از دغدغه‌های من هم هست به عنوان یک از مردم ولایت هرات یا یک از وکیلای هرات که دشمن هرگاه به فکر عادی هست که بتانه این پروژه های زیربنایی افغانستان را صدمه بزنه. و حکومت تدابیر داره دقیق قسمه؟ حکومت تدابیر فعلا داره. آرزو دارم که حکومت اخفال نشه و همین تدابیر برای همیش تا زمانی که تهدید در افغانستان باقی است باید این تدابیر جدی همیشه باشه و نگذارن که دشمن های مردم افغانستان خدا نخواسته کدام آسیبی به این بندی که میتونه یک امید برای مردم افغانستان داشته باشه برسانه. سپاس. آقای اقبال، میایم به کمک های این در افغانستان. یا کمک های این در افغانستان این همکاری است یا رقابت با پاکستان؟ خب افغانستان در طول یک و نیم دهه گذشته کمک های بسیار زیادی را از جامعه جهانی دریافت کرده که در واقع بسیاری از کشورها در لیست کمک کننده ها هست. از کشورهای منطقه خب شاید بتوان گفت که هند یکی از کشورهایی است که بیشترین حجم کمک ها را داشته. چون افغانستان در یک دوره تاریخی از کمک های جهانی استفاده کرده، نمیشه بگیم که صرفا یک رقابت سیاسی میتونه باشه، گرچند که مسائل اینچنینی هم ممکنه وجود داشته باشه. اما افغانستان در طول یک و نیم دهه گذشته است بسیاری از کشورها کمک دریافت کرده و این همکاری ها هم گاهی در قالب همکاری های منطقه ای بوده و گاهی در قالب تعهدات جهانی. و هند خودش مشتاق هند در کدام قالب است؟ هند یکی از همکاران و شریکای استراتژیک افغانستان در فعالیت‌های منطقه‌ای است. چون گفتم که یکی از کشورهای پرقدرت منطقه است در کنار چین و روسیه و سایر کشورها، و هند از دیرباز هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ همکاری‌های اقتصادی همواره در طول تاریخ در کنار افغانستان بوده و نقش فعالیت‌های کشور هند هم به دلیل همون جایگاهی که در منطقه داره یک نقش پررنگ است. به همین خاطر همواره این کمک‌ها دوام داشته و صرفاً در یک مقطع زمانی محدود نبوده. سپاس. جناب مجرو، داشتن هند در کنار افغانستان در حقیقت از دست دادن پاکستان است. حالا انتخاب مردم افغانستان باید چی باشه؟ هند در پولی خود داشته باشن یا پاکستان؟ متاسفانه ای کاش ما همسایه خوب می داشتیم به عنوان یک کشور اسلامی برادر مسلمان و همسایه که با ما می بود. اما بودن هند در کنار ما و نبود هند در کنار ما ای باعث نمیشه که ما پاکستان رو به دست بیاریم. پاکستان هیچگاه از بد و تاسیس تا حال در کنار افغانستان نبوده و همیشه کوشش کرده که افغانستان به هر نحوی که میتونه تخریب بکنه، تضعیف بکنه. و هم به خاطر یک سلسله حساب‌های ناتصویه شده که بین افغانستان و پاکستان هست. اما هند قبل از ایجاد پاکستان به عنوان یک همسایه خوب با افغانستان عمل کرده.
حتی زمانی که لشکرگشایان یا جانگشایان افغانستان رفتند و هند تسخیر کردند و به هند حکومت راندند، بعد از اینکه از هند بیرون شدند تا هند هیچ وقت تصمیم به عقده گشایی نگرفته. خب به حال ما کدام طرف باید داشته باشیم جناب؟ ما اگر پاکستان به عقده مندی های خود به افغانستان خاتمه بده، به عنوان یک کشور مسلمان در کنار ما حضور داشته باشه، ما میتونیم هر دو در کنار خود داشته باشیم. اما حالی که ما داشتن اجازه بدین، ما به معنای از این نیست که حتما با یک کشور جنگ بکنیم و یک کشور با خود داشته باشیم. ما میتونیم همه رو با خود داشته باشیم. ما میتونیم با ثابت هم کردیم در دو جنگی که بین هند و پاکستان به وقوع پیوست، افغانستان خیلی خوب میتونست عمل بکنه و پاکستان از پشت خنجر بزنه و تمام اراضی از دست رفته خود به دست بیاره، اما افغانستان نکرد به خاطر اینکه او یک کشور مسلمان بود و ما هم مسلمان بودیم. ولی پاکستانی ها هیچ وقت ایره در نظر نگرفتن. ما اگر امیالی هم خواسته باشیم در کنار هند بیستیم و در برابر پاکستان قد علم بکنیم و برای زدن پاکستان ما چی بکنین، یقینا که پاکستان در جغرافیای سیاسی جهان وجود نخواهد داشت. اما افغانستان این کار نکرده و هیچ گاهی هم به فکر این حرف نبوده. اگر پاکستان به عنوان یک کشور همسایه برای تضعیف افغانستان کار نکنه، ما میتونیم یک همسایه بسیار خوب به پاکستان باشیم و با ما باشه. میتونیم یک متحد استراتژیک خوب برای هند و همه قسم که در درازنای تاریخ بودیم باشیم و او هم با ما باشه و بر پاکستان اطمینان بدیم که هیچگاه به خاطر هند خطری از جانب افغانستان متوجه پاکستان نخواهد بود، چون چه که در گذشته هم نبوده. ولی پاکستان به این بسنده نمیکنه. اما با توجه به اعمال تخریب کارانه‌ای که پاکستان در برابر افغانستان داره، بودن هند در کنار افغانستان به نفع افغانستان هست و میتونه که به عنوان یک دوست متحد و یک متحد استراتژیک بله. همیشه در کنار افغانستان باشه و افغانستان همکاری بکنه و همکاری های هند به افغانستان هیچ وقت در راستای تضعیف پاکستان نبوده، هیچ وقت در راستای تخریب پاکستان نبوده و در راستای از این نبوده که شرط داشته باشه و آن هم کمرنگ بساده حتی روابط افغانستان. این پاکستان بوده که کوشش کرده که امیر روابط افغانستان با هند همیشه کمرنگ باشه. به هر صورت اگر همسایه های ما با ما خوب باشن، ما میتونیم با یک روابط حسنه ای که داشته باشیم، یعنی افغان ها میتونن هر دو جانب با خود داشته باشن، هر دو جانب با خود داشته باشن، یکی به عنوان کشور همسایه و مسلمان و یکی هم به عنوان یک کشور متحد و دوست استراتژیک. امی یک مسئله را بگم، بعد از اینکه افغان ها از هند برآمدند، امروز ما در هند جاده های به نام انو امیرا و پادشاه های افغانستان داریم. اونها همو حرمت را هم نشکستاندند. از تمام ساختمان هایی که در زمان پادشاهان افغانستان در که زمان نام افغانستان نبود از ما مردم در هند بوده، امروز به عنوان جایگاه های تفریحی یا توریستی در هند اونا استفاده میکنند و مبالغ بسیار هنگفت هم به دست میارند. سپاس آقای اقبال. قسمی که جناب مجروح اشاره کردن، ما میتونیم هر دو جانب با آنها روابط داشته باشیم. حالا از دیدگاه شما افغان ها باید از کدام راهکار استفاده کنند تا روابط با این دو کشور با هم دشمن در یک توازن داشته باشند؟ خب روابط ما با هند خیلی سیاسی نیست، یعنی که هند هم به دنبال مسائل سیاسی خیلی پررنگ و روشن نبوده، اما روابط ما با پاکستان یک روابط خیلی تنش‌آلود و در هر مقطع زمانی متفاوت هست. بنابراین این روابط از لحاظ ارتباط دوامدار با هند حفظ باید شود و ما تقریبا نگرانی خیلی جدی در قسمتی که ممکن هست بعضی از مسائل در روابط افغانستان با هند خدشه وارد بکنه خیلی نیستیم، به دلیلی که همو بینش و نگرش هندی ها و همو دیپلماسی که هندی ها داره یک دیپلماسی بزرگ منشانه هست. اما پاکستان یک تهدید هست. در واقع در طول تاریخ همواره ما گاهن آسیب دیدیم، یعنی روابط هم قابل پیش بینی نیست، چرا که در مقاطع زمانی میبینیم که پاکستان یک نوع سیاست خاصی رو دنبال میکنه و این سیاست بر اساس موضوعات. خب جناب اقبال، پاکستان و هند هر دو در رقابت در ارتباط با افغانستان هستند، حالا افغانستان از کدام راهکار استفاده کنه که این روابط در توازن نگه کنه؟ افغانستان در دیپلماسی که با پاکستان داره باید نوعش به
در واقع با همو عملکردهای باشه که خود پاکستان داره، چون پاکستان در هر مقطع زمانی میبینی یک رویکرد جدید را میگیره و در بازی میگیره با افغانستان. اما این روابط با هند فرق میکنه، هند یک روابط کاملا مشخص و دوامدار با افغانستان داره و از این طرف هم جای نگرانی نیست. فقط افغانستان باید تمرکز خود را برای اینکه آسیبی از قسمت پاکستان نبینه باید متناسب با نیازهای دیپلماسی روز خود تنظیم بکنه تا خطراتی که از جانب پاکستان ممکنه متوجه افغانستان باشه ایره به حداقل برسانه. سپاس. آقای مجرو، آغاز به کار بند سلما، پروژه سلما، آیا میتونه گلگوی باشه برای جهانی ها، برای کمک کنندگان بزرگ که بین در افغانستان سرمایه گذاری کنن و در پروژه بنیادی افغانستان سهم بگیرن؟ چرا نه، میتونه یک گلگو باشه، میتونه که یک راهکار باشه، میتونه که برای جهانی ها بقبولانه که بله میتونیم پروژه های کلان زیربنایی را در افغانستان به بهره برداری بسپاریم و از این به منفعت اقتصاد افغانستان کار بگیریم، میتونیم در جنگ و در کاهش جنگ و ناامنی از این پروژه های کلان بسیار استفاده بکنیم، میتونیم که در تحکیم روابط دوستانه میان افغانستان و هر کشوری که به افغانستان کمک بکنه استفاده بکنیم. شک نیست که پروژه های روبنایی هم مورد نیاز افغانستان بوده و هست، اما پروژه های زیربنایی میتونه برای ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان تاثیرات بسیار مستقیم داشته باشه و میتونه به عنوان یک الگو باشه و در واقع برای کشورها نوعی بفهمونه که بله پروژه های زیربنایی هم در افغانستان هم میتونه ساخته شوه، هم میتونه از او بهره خوبی گرفته شوه. کار بسیار خوبی است. ای کاش همین پروژه هایی که هند به افغانستان ساخته کشور پاکستان هم میومد لااقل یک دو تا از این میتاخت، تا امروز ما بیرق هند در یک از ولایات افغانستان، بیرق پاکستان در یک از ولایات افغانستان ما میداشتیم. شما دیدین که دیشب امشب شاید تا روزی که نارندرا مودی به کابل بیاید و از کابل همراه جلال نواب رئیس جمهور افغانستان به هرات سفر بکنه، مردم هرات به خاطر امو ارج گذاری به خدمات که یک کشور به ما میکنه، اینمو امروز در تمام دوکاکین شهر هرات بیرق های افغانستان هند به نام نماد دوستی در اونجا برافراشته شده بود. ای کاش که کشور پاکستان هم این حیث یک همسایه مسلمان امی کار در بند کمال خان بکنه که در یک ولایت دیگه به بیرق های پاکستان برافراشته شده و یک پروژه خوب دیگه برای افغانستان او چی بکنه، ایجاد بکنه تا اینکه مردم از او حمایت و پشتیبانی بکنه. مردم افغانستان مردم قدرشناسی هستند، نمیگم مردم هرات این کار کردن. من مطمئنم که هر کشوری که بدون قرض بیایه برای افغانستان کمک بکنه و یک کمک زیربنایی و بکنه که منفعت از به مردم افغانستان برسه، مردم از او کشور حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن و قدردانی میکنن. سپاس. آقای اقبال، آیا پروژه سلما میتونه یک الگوی باشه که ما برای جهانی ها ثابت کنیم که کشورهای دوست میتونن در افغانستان سرمایه گذاری کنن و به بنیادهای اساسی افغانستان بسازن؟ مسلم هست که این پروژه به خاطر اثرات اقتصادی طولانی مدتی را که میتونه برای وضعیت بهبود وضعیت اقتصادی اون منطقه داشته باشه، منطقه غرب افغانستان، اگر سایر کشورها هم با همین بینش وارد افغانستان میشدن و یا در آینده ای کار انجام بدن، مسلم هست اگر ما در چندین ولایت دیگه هم چنین پروژه هایی را داشته باشیم، وضعیت اقتصادی افغانستان و بعد از او تاثیرگذاری هایی که وضعیت میتونه روی حوزه امنیت و سیاست افغانستان داشته باشه، مسلم هست که یک حالت خوبی را نمایش میده. در حالی که ما اکنون شاهد جشن و خوشحالی مردم هرات هستیم، این در واقع میشور و شعفی را که یک پروژه ایجاد کرده، ما تا اکنون شاهد چنین پروژه هایی در افغانستان نبودیم و شاید به نمایش گذاشتن این بتانه یک نمونه خوبی باشه که ما اگر همکاری های طولانی مدت و همکاری های عمیقی برای بهبود وضعیت افغانستان داشته باشیم، پروژه های اینجوری میتونیم. یعنی با آغاز کار بند سلما ما میتونیم به جهانیان نشون بدیم که ما میتونیم کمک های بیشتر جلب کنیم. امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته، به خاطر که حضور جامعه جهانی در 15 سال گذشته در افغانستان بود و ما کمتر شاهد فعالیت های اقتصادی اینچنینی بودیم. تشکر. جناب مجرو، میاییم به این که در طول 15 سال بسیار کمک ها به افغانستان شد، پولهای زیاد سرازیر شد به افغانستان، چرا این کمک ها در چوکات پروژه اساسی در افغانستان مصرف نشد؟ چرا این همه حیف و میل شدن؟ متاسفانه تا 15 سال گذشته
نه افغانستان یک برنامه درست مدون و معقول برای ایجاد و سرپا نگه داشتن زیربناهای افغانستان داشت و نه هم کشورهای کمک کننده علاقمندی برای ثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان داشت. خیلی از کشورهایی که در افغانستان آمدند و حضور دارند، چی کشورهایی که زیر پرچم پیمان آتلانتیک و شمالی ناتو به افغانستان آمدند که بیشتر کمک ها را اونا به افغانستان کردند، هر کدام از این کشورها منفعت خود را در افغانستان جستجو میکردند که منفعتشون در کجا هست. باورم ایست که اگر اینها میخواستند افغانستان با ثبات اقتصادی و سیاسی برسه میتونستند. هیچ امکان نداره که چنین چیزی نبوده باشه، که اما اینا نخواستند، علاقمندی نداشتند که افغانستان بیسته و حکومت افغانستان متاسفانه نظر به نیازمندی هایی که داشت و چی کردن در واقع بسنده کردن به می کمک های روبنویی که در افغانستان صورت گرفت. و یک چیز دیگه هم میرسانه که شاید هم خارجی ها و هم کسایی که در داخل کار میکردن در پروژه های کلان زیربنایی که با یک شرکت کلان چی میشه، شاید خورد و برد و یک شاید فساد ها هم کمتر میبود و بعدی پروژه های روبنایی و پول های بادآورده بیشتر استفاده جویی صورت گرفته. خیلی از پول ها رو پس خارجی ها به خارج انتقال دادن و خیلی هم به جیب کسایی در افغانستان رفته که یعنی چی در واقع تشکر زندگی طبقاتی به افغانستان به وجود آورده. بعد از مردم واقعا خیلی دارا شدن، بعضی از مردم با زیر خط فقر بیشتر رفتن. سپاس جناب اقبال. خیلی کوتاه میخوایم از شما بشنویم که چرا در 15 سال گذشته فوکس یا تمرکز بیشتر بالای روبنا بود به جای اینکه بالای زیربنا باشه؟ به خاطر که تصور من است بسیار از کشورهای کمک کننده به اهداف کوتاه مدت و آنی خود بیشتر توجه کردند. بسیار از کشورهایی که در تحت لوای پیمان آتلانتیک یا ناتو کار میکردند، اونا چون حضورشان در افغانستان یک حضور موقتی بود و صرفا اهدافشان اهداف مبارزه با تروریسم بود و اونا اهداف کلان برای ساخت زیربناهای افغانستان نداشتن و افغانستان هم نتوانست فرصتی را فراهم بکنه تا حضور اینها را به عنوان یک فرصت تلقی کرده و طرحهایی را به اینا پیشکش کنه که بتونه در طولانی مدت برای اقتصاد و سیاست افغانستان کارا باشه. به همین خاطر ما کمتر شاهدی هستیم که کمک هایی که آمده و فعال حضور نیروهای خارجی اینجا خیلی پروژه های چشمگیر برای ما داشته باشه. تشکر جناب اقبال و جناب مجروع از حضورتان در برنامه و سپاس از شما بیننده عزیز که تا این دم ما را همراهی کردید. پس از وقفه کوتاه همکارم رازقیار مروری داره به روزنامه ها و سایت های داخلی و خارجی. تا دیدار دیگر در پناه خداوند باشید. سلام، من رازقیار هستم، به خط کابل خوش آمدید. در این بخش از برنامه خط کابل مرور بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز داریم. گروگان گرفتن 150 مسافر در شاهراه کابل کندز توسط طالبان و افزایش شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان مهمترین عناوین روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی امروز را تشکیل می دهد. طالبان 17 مسافر را در شاهراه کابل کندز کشتند. پایگاه اینترنتی صدای آمریکا نگاشته است طالبان در شاهراه کابل کندز بیشتر از 150 مسافر گروگان گرفته و 17 تن از مسافران 4 موتر مسافربری را کشتند. شیر عزیز کاموال فرمانده زون 808 سپینزر گفته که تا حالا هویت افراد گروگان گرفته شده و کشته شده معلوم نیست. کاموال افزوده که ممکن در میان افراد ربوده شده بعض افراد ترخیص شده پلیس و سربازان اردوی ملی شامل باشد. کاموال گفته که نیروهای پلیس و امنیت ملی در این منطقه عملیاتشان را برای رهایی افراد ربوده شده آغاز کردند. آذربایجان خواهان روابط دوامدار و استراتژیک با افغانستان شده است. به نقل از رسانه ها رئیس جمهور آذربایجان میگوید کشورش خواهان روابط دوامدار و دو جانبه با افغانستان بوده و حاضر است تا نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در بخش‌های هوایی و تجهیزات کمک و همکاری کند. رئیس جمهور آذربایجان این مطلب را در دیدار با حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان بیان کرده است. شمار بیجا شدگان داخلی افغانستان به 1.2 میلیون افغان رسیده است. پایگاه اینترنتی صدای آلمان نگاشته است سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تازه گفته که بیش از 1.2 میلیون افغان در 3 سال گذشته به دلیل خشونت‌ها خانه‌های خود را ترک کردند. این سازمان از حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی خواستار رسیدگی به این بیجا شدگان شده است.
عفو بین الملل روز سه‌شنبه با نشر این گزارش در کابل گفته که همزمان با تشدید شورشگری 15 ساله شمار آوارگان داخلی نیز افزایش می‌یابد. شورای امنیت ملی دیروز روی پلان امنیت برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها بحث کرده است. به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو آزادی در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است، رئیس جمهور اشرف غنی که اجلاس دیروز شورای امنیت را ریاست می‌کرد، بر اراده حکومت برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها تأکید کرده. برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها در افغانستان قرار است در خزان امسال برگزار شود. والی هلمند احتمال سقوط شهر لشکرگاه به دست طالبان را رد کرد. پایگاه اینترنتی بی بی سی نگاشته است دفتر حیات الله حیات والی هلمند با نشر خبرنامه احتمال سقوط شهر لشکرگاه مرکز این ولایت به دست طالبان را تبلیغ دشمن خوانده و اعلام کرده که نیروهای امنیتی و دفاعی مشغول دفاع از این ولایت هستند. کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند گفته است که علاوه بر حوزه چهارم شهر لشکرگاه در مرکز هلمند جنگ سنگین میان نیروهای امنیتی در ولسوالی های مارجا، گرشک، نادعلی و خانشین جریان دارد و گفته است که اگر نیروهای تازه نفس به ویژه قوای هوایی از کابل فرستاده نشود امکان سقوط شهر لشکرگاه وجود دارد. از همراهیتان تشکر. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار. Thank you.